سلام من احمد شالباف هستم توی این ویدیو میخوام شما را با فضای رنگی LAB یا Lab Color Space آشنا کنم با فضای رنگی RGB دائم کار کردید با فضای رنگی CMYK هم بارها و بارها کار کردید اما به ندرت پیش اومده که ببینید سراغ فضای رنگی LAB یک قسمت فوقلاده دوست داشتنی قدرتمند خیلی کارا این فضای رنگی میتونید انجام بدید مثل اصلاح رنگ و روشنایی از بین بردن کالر کست و یه بخش خیلی خیلی دوست داشتن اون چیزی که من از همه بیشتر دوست دارم کالر گریدینگ یا تغییر رنگ های عکس هستش میتونید هارم، حالا هارمونی ایجاد بکنید توی عکستون یا رنگ ها رو اونجوری که دلتون میخواد تغییر بدید خب قبل از اینکه بریم توی فتوشاپ و با این قسمت آشنا بشیم ضمن که بگم این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید به خاطر اینکه علاوه بر اینکه توی فضای رنگی میخوایم کار کنیم یه سری کارهای دیگه هم میخوایم انجام بدیم آسمون رو عوض بکنیم و بریم توی پلاگین نیک کالکشن و یه سری کار اینجوری هم انجام بدیم خب قبل از اینکه بریم توی فتوشاپ بگم اگر اولین بار ویدیو های من رو میبینید و تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید روی اون زنگوله کناریش هم کلیک بکنید تا به محض اینکه ویدیوی رو آپلود کردم از متوجه بشین و بریم ویدیو رو نگاه کنید اگر این ویدیو مفید بود خوشحال میشم روی دکمه لایک like هم کلیک کنید خب بریم توی فتوشاپ ببینیم این فضای رنگی چیه شما هر موقع که یک عکس رو توی فتوشاپ باز میکنیم به طور پیش فرض فضای رنگی RGB انتخاب شده اگر بریم به پنل چنلز اینجا میبینید سه تا کانال رنگی داریم رد گرین و بلو قبل از اینکه ادامه بدم برای که این بخش رو بخش کانال رنگی رو بهتر براتون توضیح بدم میام از یک گزینه استفاده میکنم به اسم show channels in color الان هر کانال رنگی رو به صورت یک ماسک سیاه سفید میبینید اگر کنترل K رو بزنید تا پنل preferences باز بشه میتونید برید به تب interface و در قسمت option نوشه show channels in color رین گزینه اگر کلیک بکنید و اوکی بزنید الان کانال های رنگی رو با همون رنگی که هستن بهتون نشونده خب من تو فضه رنگی RGB میتونستم روی هر کانال برم و رنگ اون کانال رو تغییر بدم ولی یه مشکلی وجود داره شما زمانی که تو فضای RGB هستین اگر رنگ رو تغییر بدین همراه با اون لایتنس و روشنایی یا روشنایی هم تغییر میکنه و اگر روشنایی رو توی فضای RGB تغییر بدید حتما رنگ هم باش تغییر میکنه یکی از ویژگی‌های مثبتی که فضای رنگ LAB داره اینه که میتونید رنگ و روشنایی رو از همدیگه جدا بکنید یعنی شما اگر رنگ رو تغییر میدین لایتنس و کنتراست دست نخورده باقی بمونه یا اگر لایتنس و کنتراست رو میخواین تغییر بدین رنگ دست نخورده باقی بمونه یکی از مهمترین دلایلی که میریم توی این فضای رنگی خب من دوباره روی RGB کلیک میکنم برگردیم روی پنل لیرز اگر برید به منوی ایمیج قسمت مود اینجا چهار تا فضای رنگی میبینید RGB CMYK لب و مالتی روی لب کلیک کنید بلافاصله فضای رنگیتون عوض میشه الان اگر برگردیم به قسمت چنلز میبینید یه خبری از RGB نیست ما اینجا کانال لایتنس رو داریم که فقط روشنایی عکس رو مشخص میکنه و بهتون نشون میده یه چنل داریم به اسم A توی چنل A فقط شما رنگ گرین و مجنتا رو دارین یا سبز و سرخابی و اگر برین سراغ چنل B فقط رنگ زرد و آبی رو دارین فقط این دوتا رنگ رو میتونید تغییر بدید خب من دوباره روی لب کلیک میکنم برگردم روی لیرز یه توضیحات کوچیکی بدم بعد بریم سر... سراغ اصل م... موضوع وقتی در فضای رنگی الیبی هستیم یه سری محدودیت رو داریم اول اینکه همه ی اجاسم لیر ها دیگه در دسترس نیستن مثلا اکسپوژر وایبرنس بلک اند وایت چنل میکسر و سلکتیو کالر بنابراین وقتی تو این فضای رنگی داریم کار میکنیم یه سری محدودیت ها داریم یا به عنوان مثال من یه کنترل جی میزنم همه یه بلند مود ها رو هم اینجا دیگه نداریم میبینید این قسمت هایی که خاکستری کم رنگ هم گری اوت شدن دیگه اینا رو هم نمیتونیم انتخاب بکنیم بنابراین اگر من عکس رو توی فضای LAB بخوام ادیت بکنم بعد کارم تمام میشه اگر بخوام از یه اجاسمل استفاده کنم که الان در دسترس نیست با چیکار بکنم میتونم عکس رو سیو بکنم با یه فرمتی مثلا با فرمت تیف بعد این فرمت تیف رو توی داکیومنت دیگه باز کنم با فضای RGB ادامه بدم و ادیت بکنم اما این کار درستی نیست بهترین راه چیه؟ بهترین راه اینه که من عکسم رو تو فضای RGB داشته باشم ادیت رو توی فضای RGB انجام بدم از یه روشی استفاده کنم به طور موقت از فضای رنگی الیبی استفاده کنم و دوباره بتونم برگردم تو فتوشاپ یا برگردم تو همون فضای رنگی RGB و از تمام امکانات استفاده کنم خب الان جلوتر میریم بیشتر در, رابطه با این موضوع توضیح میدم خب برای که وقتتون گرفته نشه و یه راست بریم سر اصل مطلب من بر گردم همون ابتدای کار که فضای رنگی RGB بود خب فرض کنید که عکستون رو ادیت کردین مثلا اگر نیاز به روتوش داشته پاکسازی نیاز داشته یا حالا هر کاری که نیاز بوده برای ادیت انجام دادین الان رسیدین به مرحله که میخواین یا کالر گریدینگ بکنید یا میخواید مثلا کالر کست رو از بین ببرید یا مثلا روشناییش این مقدار دستکاری بکنید خب فرض کنیم که ما اینجا چند تا چیز علکی باز میکنیم هیچ کاری نکردیم اینا رو میذاریم توی گروه مثلا داخل این گروه تمام ادیت هایی که تا انجام دادیم الان میایم شروع میکنیم آهن زایات این وقت زوراخی کی میفروشه خب کنترل شیفت آلت و ای این uh, چهار تا دکمه اگر فشار بدین یه لایه ساخته میشه که شامل تمام تنظیماتی هستش که تا الان انجام دادید اسم این لایه رو میذاریم ال ای گفتم اگر الان فضای رنگی رو بزنیم رو RGB دیگه فضای رنگی رو الان بزنیم روی حالت LAB از یه سری امکانات فضای RGB محروم میشه برای اینکه این محدودیت رو برطرف کنیم این لایه که ساختم رو تبدیل میکنم به Smart Object Right کلیک میکنم روش و بعد روی گزینه Convert to Smart Object کلیک میکنم بستگی داره که سیستمتون چقدر قوی باشه تا و رزولوشن عکستون چقدر باشه تا سریع تبدیل بشه حالا اگر دبل کلیک بکنم روی آیکون این لایه روی این کاغذه داکیومنتم رو این عکسم رو توی یک داکیومنت جدید باز میکنه خب این داکیومنت جد... جدید هیچ ربطی به داکیومنت قبلی نداره اینجا میتونم فضای رنگی ما تغییر بدم به الیبی میرم به منوی ایمیج قسمت مود و بعد میام روی حالت لاب کالر خب الان اینجا این محدودیت ها وجود داره ولی اگر این هر کاری که تو این داکیومنت انجام میدم چون داخل اسمارت آبجکت و این داکیومنت رو سیو کنم تنظیماتم دقیقا اعمال میشه روی همین داکیومنتی که فضای رنگی RGB داره خب بریم ببینیم چی کار میخوایم بکنیم اینجا من میام برای شروع کنترل J رو میزنم یه کپی از این لایه میگیرم میرم به قسمت چنلز و بعد میام کانال A رو انتخاب میکنم یکی از کارهایی که من حالا میخوام بتون نشون بدم میام این چنل رو سلکت میکنم میرم به منوی سلکت گزینه اول یا از شرکاتش کنترل A استفاده میکنم خب کنترل نگه میدارم C رو میزنم اینو کپی میکنم میام به چنل پایینیش و کنترل V رو میزنم تا پیست بشه برمیگردیم به فضای لب یعنی روی اون در واقع قسمت لب کلیک میکنم تا برگردیم به حالت قبل ببینید من فقط یه کپی پیست انجام دادم ببینید رنگ ها چطور تغییر کرد یه خود زوم کنیم خب حالا اگر بیام یه کرو اینجا ایجاد بکنم خدا رو کرو تو این فضا کار میکنه شما یه خود برون ورتر. در قسمت چنلز یا اینجا تو حالت معمولی تو فضای رنگ RGB ما اینجا سه تا کانال RGB رو داریم ولی اگر برم تو قسمت A میتونم رنگ سبز و قرمز رو دستکاری بکنم اگر برم تو قسمت کانال B میتونم رنگ زرد و آبی رو دستکاری بکنم خب من اول کرو رو ریست بکنم میخوام بیام قسمت A یه مقدار یه مقدار تهرنگ سبز بیشتری به این عکس اضافه کنم این بالا رو دست نمیزنیم برم قسمت B یه مقدار تهرنگ آبی به این قسمت اضافه کنم در واقع بیشتر تو این چمن یه مقدار هم رنگ زرد تو قسمت های هایلایت اگر من اینو خیلی بکشم به سمت چپ می نوید زرد میشه یه مقدار جزی میخوام رنگ زردم به قسمت هایلایت اضافه کنم تا اینجاش ببینید چقدر رنگ های عکس عوض شد خیلی کار جالب تری میشه انجام داد حالا اگر برم به قسمت ادجاستمنت لایرز و بعد هیو رو انتخاب کنم ببخشید مانیتور من کوچیک این پنل رو هم بزرگ مخصوصا انتخاب کردم که شما اسلایدرها ها و عددا رو یه مقدار راحت تر ببینید عددا که نه این اسلایدر رو که جابجا جا بجا میکنم خب از قسمت مستر میرم قسمت سایان چون الان چمنا یه چیزی تو مایه آبی و سایانه دیگه فیروزه ایه. میام یه مقدار رنگ ها رو اینجا شیفت میدم میبینید اگر من این رو بچرخونم چقدر راحت میتونم این رنگ های این قسمت رو شیفت بدم یه ذره ببرمشون به سمت بنفش بعد اگر به اینجا خوب دقت بکنیم ببینین که شلوارش چون یک دست نیست رنگش بنابراین وقتی رنگ ها رو شیفت میدیم باید توجه کنیم که اینجا اون ترانزیشن از یک رنگ به یک رنگ دیگه خیلی نرم باشه وگرنه خیلی تابلو میشه و زشت میشه خب بعد بریم به قسمت بلوز و یه مقدارم اینجا شیفت بدیم رنگ های آبی رو خیلی هم تاثیر نداره چون بیشتر رنگ هامون تو همون ناحیه سایان بود یه مقدار من این فضا رو بیشتر میکنم محدوده رو بیشتر میکنم تا این قسمت های انتخاب بشه خب حالا فعلا همینقدر کافیه ببینیم چیکار کردیم تا اینجا حالا برای اینکه برگردیم به فضای رنگی RGB ببینیم من برم رو بر تب قبلی اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده اگر این داکیومنت رو سیو بکنیم میتونیم روی شرکاتش، از شرکاتش استفاده کنیم کنترل S یا اینکه بریم به منوی فایل اینجا روی سیو کلیک بکنیم الان داره این داکیومنت سیو میشه من برمیگردم روی داکیومنت قبلی ببینید به محض اینکه اون داکیومنت سمارت آبجکت سیو میشه خود به خود این پنجرهم آپدیت میشه ببینید آپدیت شد حالا تو فضای رنگی RGB هستم اون محدودیت ها رو ندارم از هر اجاسمه لیری میتونم استفاده کنم از هر بلند مودی هم میتونم استفاده کنم ضمن اینکه همچنان به فضای لب هم دسترسی دارم اگر تصمیم بگیرم تغییراتی رو روی رو این رنگ ها ایجاد بکنم میتونم دوباره دبل کلیک بکنم روی این آیکون تا برم توی همون داکیومنت به من داکیومنت قبلی رو ببندم بهتون نشون بدم دبل کلیک میکنم روی همین داکیومنت روی همین لایه ببخشید بعد اینجا دوباره میتونم یه چیزی رو تغییر بدم حتما دوباره کنترل اس رو میزنم و برمیگردم من این توضیحات رو دادم به خاطر اینکه ممکنه بعضی از شما هنوز با ویژگی اسمارت آبجکت به خوبی آشنا نباشید. خب الان میخوام آسمون این قسمت رو هم عوض کنم آسمون سفید سوخته زشت به دردمون نمیخوره میخوام از ویژگی جدید نسخه 2021 که فوتوشاپ یا همون سکای ریپلیسمنت استفاده کنم قبلا یه ویدیو درست کردم و ویژگی جدید این نسخه 2021 رو توضیح دادم اگر اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو این بالاها میذارم حتما بریم اون قسمت رو هم نگاه کنید تا با جدیدترین ویژگی آشنا بشین خب میرم به منوی ادیت و بعد میام روی گزینه سکای ریپلیسمنت کلیک میکنم چون قبلا من یه بار این عکس رو ادیت کردم آخرین آسمونی که انتخاب کردم اینجا مشخصه ممکنه شما روی این آیکون اگر کلیک بکنید روی این ثامنیل مثلا فولدر اول بلو سکای انتخاب شده باشه اومدم تو قسمت سپکتکولر و بعد آسمون چهارم رو انتخاب کردم از این اسلایدر میتونید استفاده کنید دیگه توضیح نمیدم که چی کار میکنن رو اینها روی اوکی کلیک میکنم خب یه گروه الان ساخته شده به اسم سکای ریپلیسمنت گروپ که شما اگر نیاز داشته باشید میتونید باز مثلا من آسمون انتخاب کنم با ابزار مفتول مثلا آسمون رو جابجا کنید و این چیزا ما سعی میکنیم خورشید رو مچ بکنیم کنترل تی رو میزنم تا این آسمون یه مقدار بزرگتر بکنیم و بعد ببینیم اینو میتونیم بکشیم پایین تر نه همون سر جای خودش باشه بهتره بعدا حالا یه روش های دیگه هست میتونین خورشید اینجا اصلاح بکنین حالا خیلی مهم نیست الان آسمون هم گذاشتیم اینجا اه. آسمون هم گذاشتیم سر جاش و بریم حالا یه کار دیگه انجام بدیم میخوام برم تو پلاگین نیک کالکشن و یه سری تغییرات نهایی رو هم اونجا انجام بدم دوباره کنترل شیفت آلت ای یه لایه میسازم اسمشو بذاریم نیک میرم به منوی فیلتر قسمت نیک کالکشن و بعد میرم روی کالر افکس پرو شماره چهار الان که وارد پلاگین شدیم از قسمت فیلترها میرم سراغ فیلتر دوبلکس یه فیلتر باحال یه افکتی روی عکس ایجاد میکنه من خودم خیلی دوست دارم شما میتونید یه رنگی رو انتخاب بکنید از طریق این پنل یا پنجره کالر پیکه یا اینکه این آی رو بردن یه رنگی رو از توی عکستون انتخاب بکنین و یه تهرنگی رو روی عکستون اضافه میکنه حالا من یه رنگی رو از قبل انتخاب کردم قسمت استرنج میتونید در واقع شدت این رنگی که روی عکستون ایجاد شده رو کم و زیاد بکنید من یه مقدار اینو زیاد میکنم و از طریق قسمت دیفیوژن میتونید یه حالت رویایی و دریمی به عکستون اضافه کنید یک افکت مثلا مثل چطور رو بگم رومانتیک مانند اینجوری دیفیوژن اگر تا آخر بر این سمت راست بینید که چه افکتی براتون ایجاد میکنه خب مقدار این هم میذاریم حدودای مثلا ده قسمت سچوریشن هم که میتونید قلزت رنگتون رو کم و زیاد بکنید میذاریم روی سی برو دیگه خوبه حالا انتخاب نمیشه سی و از قسمت کنتراست هم اگر نیاز داشته باشید میتونید کنتراست عکستون رو کم و زیاد کنید خب فیلتر بعدی که میخوام اضافه کنم روی دکمه اد فیلتر کلیک میکنم میام سراغ دارکن لایتن سنتر میتونی یه وینیت به عکستون اضافه کنید یه دکمه اینجا وجود داره پلیس سنتر شما وقتی روی این کلیک میکنید میگه که اون قسمتی که میخواین روشنه یا مرکز توجه باشه کجاست من میذارمش اینجا یکم میتونید جابجا کنید تا اونجایی که دلتون میخواد همونجا قرار بگیره از قسمت سنتر لومیناسیتی میتونید میزان روشنه اون مرکزی که انتخاب کردین رو مشخص بکنید اینو میذاریمش مثلا اینجا, اینجا. اینجا. پنجا و پنج قسمت برد لومیناسیتی اون حالت وینیتی که اطراف عکس وجود داره میتونید اینجا کم و زیاد بکنید و این هم یه مقداری کم میکنیم روی مثلا هم من منفی پنجاه سنتر سایز مشخص میکنه که اون مقدار روشنه که تو مرکز قرار دادین چقدر بزرگ باشه چقدر کوچیک باشه میبینین من میتونم مرکز روشنایی رو کم و زیاد کنم خب مثلا میذاریمش اینجا بعد فیلتر آخر و بعدش برمیگردیم توی فتوشاپ اد فیلتر رو کلیک میکنم میام پایین یه قسمتی هست به اسم ایندیان سامر اینجا چند تا حالت رنگی داره من شماره 3 رو انتخاب میکنم ببینی حالت های مختلف شجوریه حالت سومش رو بر این عکس انتخاب میکنم و بعد میام روی اوکی هم کلیک میکنیم خب بریم یه نگاه کنیم من همه اینا رو میذارم توی گروه گروه خاموش رو شم میکنم ببینیم که از طریق فضای رنگی LAB یا Lab Color Space چطور تونستیم رنگ های اکس رو تغییر بدیم و به همچین نتیجه برسیم خب اینم از فضای رنگی LAB امیدوارم که اگر تا از این فضا استفاده نمی کردید از حالا به بعد استفاده بکنید اگر سوالی در رابطه با این موضوع داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید اگر این ویدیو مفید بود لطفا خوشحالم کنید روی دکمه لایک هم کلیک بکنید مرسی که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید شب و روز خیلی خوبی داشته باشید فعلا تا بعد